سوالای قشنگی که پشت سر هم اومد. من با این سوالا زندگی میکنم. بابا من نمیدونم شما میخواید چیکار کنید. من زندگی میکنم با این سوالا. اتفاقی که برای هست برای میگه بر من افتاد برای من نمیدونم بیفته. اتفاقی که برای حسن دیروز افتاد برای مهیار. الان میخواستم بیام سراغ این سواله. سوال 31 گفتش که اصرار میکنم روی خواستهای نامعقولم. سال 32 چی گفت بچه‌ها؟ نیاز دیگران رو در نظر نمیگیرم. نیاز دیگران رو هم در نظر نمیگیرم. سال 33 چی گفت؟ مسئولیت اعمالم رو هم در گردن نمیگیرم. و سال 34 31 32 33 34 نقشه. بعد شروع کنم نقشه کشی. بعد سال 35 من گفت چی؟ بهم اعتراض میشه و من اعتراضات توهین تلقی میکنم و گارد میگیرم و شمشیر از رو میبندم. سال 36 بعد وقتی این اتفاقا میفته افکارهای بحرانزا میاد سراغم و چرا اینجوری میگن؟ چرا اینجوری میشه؟ چرا حواسشون به من نیست؟ چرا حرف منو گوش نمیکنن؟ چرا هرچی من میگم میگن نه؟ و و و با شروع میکنم با این افکار هی بازی کردن بدون اینکه ما این سال سیاه بدون اینکه آیا علائم هشدار دهنده در مورد بیماری خود و فرزندان هم. بچه سوال اینه ولی احتمالا کسی که این رو نوشته میخواسته به اینکه اطرافیان هم ما خیلی در بچه ها رو داریم که هنوز ازدواج هم نکردم بچه ها ساعت فرزندان میشه میگه خب این سواله دیگه مال من نیستش. نه، آیا علائم هشدار دهنده در مورد بیماری خود و اطرافیانم را منظور اطرافیان اون کسایی که مسئولیتشون با منه به من خیلی نزدیکن برادر، خواهر، مادر، پدر را در نادیده میگیرم و فکر میکنم بالاخره یه جوری میشود. بچه ما این آدم هستیم بالاخره یه جوری میشود یه جوری میشود آدم هایی بهش میگن مرسی باری به هر جهت ما زندگیمون اصلا این شکلی اتفاق افتاد باری به هر جهت میریم حالا ببینیم چی میشه. اما اگه اتفاقی نیفتاد که بلیتمون برده اتفاقی هم افتاد جمعش میکنیم دیگه یا اصلا ولش میکنیم. آدم های باری به هر جهت جابر نمونه شه. آیا علائم هشدار دهنده در مورد بیماری خود را یادت باشه دارو نگفت راجع به هروئین تا شیشو اینا رو نگفت گفت علائم هشدار دهنده در مورد بیماری خود و اطرافیانم رو نادیده میگیرم فکر میکنم بالاخره یه جوری میشه یا همه چیز درست خواهد شد باری به هر جهت. خدمت هستم که بچه چند نفر اینجا رو دارم که نمیدونن علائم راهنمای رانندگی چیه. نمیدونی اصلا علائم راهنمای خب یه نفر دست دارم. حالا سوال منو متوجه نشد الان من میگه متوجه میشه میگه میشه کسی علائم راهنمای رانندگی رو نشناسه متوجه سوال نشد. بچه شده تا حالا کنار آدمی که دارید میرید شمال بشینید رانندگیش تا شمال چرا بچه ما میگیم شمال؟ شمال یه جاییه که برای ما بچه معتادا یه بهشته هوان بکشیم، مست کنیم، تو این جاده ها اینجوری اینجوری بریم جنگل رو ببینیم، بریم کنار دریا بپریم تو آب این برای ما بچه تهران، حداقل ما بچه تهران ها که یه جای خیلی قشنگ و زیباست که بهترین نشوه حال همیشه اونجاست. تا رسیده بقیل یه رانندهی بشینید که مسافرت رو زهر مارتون کنه چند نفر این اتفاق برش افتاده؟ من از کنم همین چند وقت پیش محرمی ما داشتیم غذا پخش میکردیم برگشتنه یه دوستی داشتیم که یه سالگیش هم گرفتیم چند وقت پیش بسر ترکیس میشتیم؟ حسن اینقدر بد رانندگی کرد ساعت 12 شب سر مدرس اومد به پیشون مدرس بودم وایسه 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 من پیاده شدم چون چند دفعه بهش گفتم حسن یه ذره آهسته رانندگی کن وایسه من پیاده شدم گفت عمو بیا بالا گفتم نه مرسی من یا بچه های دیگه میرسن با اونا میام یا تاکسی میگیرن هر کاری که گفتم نه مرسی نمیشنم برو اصلا خراب شد دیگه رانندگیش داشت حالا بد میکرد
به علائم هشدار دهنده توجه نمیکرد. خدمت از کنم که رفتیم باهاشون شمار، تو راه داریم هی میریم هی میزنیم روی داشبورد، جابر آهسته برو، جابر خیلی داریم بد رانندگی میکنیم، جابر داریم تون میریم، سبقت های بی جا نگیم، جاده شمال شکلیه دیگه، خیابون جاده تنگ و پیش در پیش. خدمت از کنم که بعد هی میزنن رو داشبورد و جابر آهسته برو، جابر بابا وایستا من با تو شمال نمیام اصلا، غلط کردم با تو راه افتادم. علائم هشدار دهنده رو در نظر نمیگیره. بچه‌ها یه لذتی هم الان میخوام برسیم به اینکه لذت چی میشه. آخه میگه توضیح دهید که وقتی اینجوری میشه چی میشه دیگه. خیلی ها هستیم که ما بچه‌ها، من رانندگی موتورم حرف نداره، ولی راننده ماشین راننده خوبی نیستم. خیلی هم دقت میکنم ولی باز هم راننده ماشین، نه اینکه بد رانندگی کنم، اصلا به علائم درست نمیتونم توجه کنم. بعد خیلی همون هستیم، اومدیم کتاب آینه منر خوندیم، گردش به راست ممنون، گردش به چپ ممنون، سرعت از انقدر ممنون، اینجا وایستادن ممنون، نمیدونم و خوندیم. با همین تابلوهایی که خوندیم، بچه هایی که توی انجمن هستن میان میخونن همه علائم رو میخونن و بعد سوار ماشین بهبودی میشن. اومدم سوار ماشین شدیم که با یه تیم بچه ها میخواییم بریم شمال، بعد توی جاده سر پیچه سرکت اصولا ممنوعه، یه دفعه میره بعد میگیم چرا اینجوری رفتی، میگیم میخواستم پیچو ببرم، چهار تا حرف کامل نیاد گرفته. بعد همه توی ترافیکن، بعد هی سبقت میگیره، میگن جابر وایسا تو هم دیگه، همه وایسادن، نیاز دیگران رو در نظر نمیگیرم، اینکه همه وایسن کسی از اون یکی جلو نزنه تو این راه باز شه. میدونی بچه ها خیلی از این اتفاق افتاده تو شمال، اما ماشین خود من پیاده شدن و بعد من به خاطر اینکه دوباره طرف رو سوار کنم مجبور شدم بهش بگم بیا علی تو خودت بشین پشت ماشین، باشه من دیگه نمیشینم، بیا این سویچ تو بشین اصلا، پیاده نشو وسط راه شما، خوب نیستش پیاده شدی که دیگه. خلاصه با بر زدن و اومده نشسته پشت ماشین. بچه ها میدونیم بعضی مواقع این مسافرت تر رو میریم بر میگردیم، تصادفی هم شاید نشه، شاید کسی هم نمیره، کسی هم زخمی نشه، ولی این مسافرته به همون حال به اون آدم هایی که دنبالمونن حال نمیده، به خاطر اینکه علائم هشدار دهنده توی جاده رو رعایت نکردم. حالا میام میشنم پشت ماشین بهبودی، همین آدم هایی که وقتی میبینیمشون میبینیم که بهبودیشون اون بو و رنگ قشنگ خودش رو نداره. آقا مهیار به سالمه، پاکه، یه ساله، شیش ماهه، دو ساله، سه ساله، ولی دیگران حاضر نیستن سوار ماشینش بشن، دیگران حاضر نیستن در کنارش بشن، چون نگاه میکنم میگن علائم هشدار دهنده رو بهش توجه نمیکنم. دیروز بچه های من رفت بودن بیرون، خدمت ارز کنم که شب اومدن گفتن که آقا رفتیم یه رستوران، گفتم که خب رفتن خوش بگذارن، اب نه، یک میلیون تومن پول نهار دادیم. میگم چی خوردت مگه؟ سه نفر آدم. رستوران کجا؟ الان توچال. رستوران برفتیم بغل توچال. الان دیگه روشون نمیشه میگن اسمش چیه. بچه ها علائم هشدار دهنده 1,050,000 تومن رفتیم دادیم، سه تا سیخ جوجه خوردیم. آره درست میگم؟ سه تا سیخ جوجه. علائم هشدار دهنده. بچه ها ببینید چیزای خیلی ساده است، بی توجهی به این که ببین یه موقعی من پول دارم نمیدونم، حالا باز به پولداری آدم ربط نداره ها، میخوام بهبودیمو بسنجم. یه تیمی رفتیم دنبال اشغال، شما نرفتید دنبال اشغال، شما رفتید یه کار اداری انجام بدید، بعد تو این کار اداری 1,000,000 پول نهار دادید. بچه هایی که یکیتون با ماشین کار میکنه، یکیتون هنوز خرجی از خونه میگیره، یکی تو
میتونه حالا تقریبا دستش تو جیب خودشه. انتخاب یه رستورانی که یک میلیون پول غذامون میشه برای سه تا سیخ جوجه که حالا یه نوشابه هم بغلش بوده نهایت اینکه حالا خودشون خجالت میکشن میبینی؟ خودشون خجالت میکشن بچه ها میبینی؟ خودمون خجالت میکشن از کاری میکردیم. چرا باید یه ظهر که داریم میریم کار اداری انجام میدیم، یعنی هر دفعه که ما میریم کار اداری انجام میدیم بعد یه میلیون دو میلیون 500,000 تومان خرج رفت و آمد نهار شامون بشه؟ علائم هشدار دهنده رو توجه نمی کنیم. دیروز من دست رو حسن ناراحت شدم. حسن بچه ها اونه که فیلم منو میبینن، حسن خدمتگزار منه، میره خونه میاد خدمت از کنم ترددش بازه. دیروز تو اتاق من یه قرص خوردم اینقدر آبش مونده بود، اومد تو من نهالم بد میشه. چرا؟ ابراهیم به شوخی گفتش که بیانو بخور، یه نگاه من کرد بینه من چی میگم. من هم خیلی جدی باشتم بزنیم چی کار میکنم. گفت بابا بخورم؟ بعد گفتم آره بخور. بارها گفتم وقتی من سردرد میگیرم کسی میره قرص خالی میاره برام، میگم جلدش گو، جلدشو بیار، علائم هشدار دهنده. بعد میگه آقا من مرض آوردم. میگم تو کی هستی؟ من فکر بهبودیم. برو جلدشو بیار. چرا قرص تو جلد در آوردی؟ نکنی یه وقتی قرصی رو من بدی که من نباید میخوردم. بابا بخورم؟ ببین درست 5 دقیقه واسده بود به من نگاه میکرد. بابا بخورم؟ ابراهیم بخورم؟ میخورم. آ تو یه سال پاکی اصلا اجازه نداری اینجور صحبت کنی. چیزی رو که نمیشناسم به من تعارف میکنن نمیخورم، خدافظ. 5 دقیقه تو اتاق داشت با خودش، با من و ابراهیم و این استکان آب بر میرفت که بخوره یا نخوره. علائم هشدار دهنده. وای میستم اون جایی که نمیدونم خدا حس خطر دارم. و نکنه یه وقت دارم میخورم بگن خاک بر سرت این متادون بود میخواستی بخوری و من زایشم. علائم هشدار دهنده بچه. وایساد آخر شوخی رو وایستاد. آخر شوخی دید خب ما 4-5 نفر دیگه شروع کردیم خندیدن. سر علائم و آیا به علائم و هشدار دهنده توجه میکنیم؟ وایستاد و هر لحظه اینجا که ما بودیم تو مرکز هستیم. حسن یه سال پاکی داری قدم کار میکنی. من به فرشاد میگم فرشاد فیلم حسن رو بیشتر بگیر، داره صحبت میکنه، ولی صحبت های قشنگ هم به درد خودم نخوره. دیروز یه چیزی رو تحقیق نشیم یادم اون رفت ادامهشو بریم. گفتیم رفتار من احساسات من رو درست میکنه. احساساتم رفتار من رو درست میکنه. رفتار گفتار با هم داره. حالا رفتار من عادات من رو درست میکنه. عادات من سرنوشت من رو رقم میزنه. افکار من احساسات من رو رقم میزنه. احساسات من رفتار من رو رقم میزنه و رفتار من عادات من رو رقم میزنه و عادات من سرنوشت زندگی من رو رقم میزنه. همین افکار بحرانزایی که شما تو سال دیروز خوندی وقتی با خودت حفظش میکنی احساساتتو درست میکنه، بعد عادت میکنی به اون کار و بعد این عادت سرنوشتتو میشه و بعد میگه چرا اینجوری شد. میگه آیا علائم هشدار دهنده بچه علائم هشدار دهنده خدمت اتونم که یکی از علائم هشدار دهنده الان حسن آقا گفت. حسن آقا ترخیص شده امروز اومده پیش ما. خدمت اتونم که گفتش که
بچه ها به هم میرسن میگن چقدر خوب شدی حسن، چاق شده دیگه، چله شده، خوشگل شده، چقدر خوب شدی حسن. بچه این علائم هشدار دهنده است، اینا علائم خطرناکه. کسایی که میان میگن حسن چقدر خوب شدی، یه هندونه میذاره زیر این بغلم، حسن تو خیلی خوب شدی، یه هندونه میذاره زیر این بغلم، بعد خودش میره تو میمونی و هندونه ها، حسن تو خیلی خوبی، حسن تو خیلی خوب. یه دفعه به خودش میره سر بساط نشسته، حسن تو خیلی خوبی، دارن بساط دارن میکشن، اب نداره، حسن خیلی خوبه، نمیکشه، حسن دارن خطا میکنن، حسن خیلی خوبه، حسن خطا نمیکنه، حسن نرو اونجا، حسن میره هیچ بچه من در قلق بازی در میارم، تو میفهمی من چی میگم؟ بمونه تو ذهنت. وقتی بهت میگن جابر چقدر خوبی تو، من اینجوری، من بچه تایید طلبی هم، بچه معتاده، بچه های تایید طلبی هم، یادشون میره، من خودم بچه تایید طلبی هم، تو به من میگن جابر چقدر خوبی؟ خیلی خوبی داداش، تو اصلا حرف نداری. حالا هندونه رو بذار زمین، نه نمیذارم، مال خودم کلم علائم هشدار دهنده. خدمت هستم که فکرهای لذت بخش، کی گفت؟ افکار لذت بخش، یادش بخیر، اون روز با بچه ها مست کردن این جاده شمال با موتور، و بعد میشینم هی رو افکار برانزا، هی راجبش علائم هشدار دهنده فکر کردن. آره دوست دخترم هم پشتم بود، گفتم خدای برسم شمال یه ویلا شنایی بود، یه ویلا بگیرم چه شنایی میکنه، قدم ساعت قدم آره قدم های رستوران حسن هم گفتم، حسن که هرزدانش یه قرض زدن هم گفت، گفت گاهن، بچه علائم هشدار دهنده، گفت گاهن هی شروع میکنم به خودم قرض زدن. این حرف حسن زد چیز به بابا بهمن زد، یه جور دیگه زد، ولی همین قرض زدنه، قرض میاد سراغم، بابا چقدر میری جلسه، چقدر میری پیش جابر، چی شد اصلا؟ بشین خونه خوب دیگه. بچه ها حسن دیدید، بهمن دیدید، یه تلفن توی چند روز نکرد، چرا؟ علائم هشدار دهنده، آداب معاشرت هم بلد نیستیم. ما یه سنگ رو میذاریم توی تاخچه دو سال، یک ماه، سه ماه اینجاست، بعد یه روز میندازیمش دور، هنوز داریم تو اون تاخچه دنبال اون سنگه میگردیم. بابا تو یه مدتی با ما زندگی که چی جور دلت نمیاد، دلت میاد به ما زنگ نزنی حال ما رو بپرسی؟ داداش من که زنگ زدم، من میزنم، چون من دنبال بچه هامم، زحمتشون رو کشیدم، من زنگ میزنم، ولی تو چی؟ علائم هشدار دهنده، بچه چند علائم هشدار دهنده هم بگید من بنویسم. شب بیداری، آها، علائم شب بیداری و روزخوابی، روزخوابی علائم هشدار دهنده. خانواده ای که میگم که از جابر چه خبر، میگه آقا خوبه، تا ساعت دو و سه فقط میشینه یه ذره ماهواره نگاه میکنه، چهارو ساعت چهار صبح میخوابه، و ساعت یک دو سه هم بیدار میشه خواب، صبحونه و نهارش هم یه دفعه بهش میدم، میگم خب بابا این خوب نیست، میگم اون چرا خوب نیستش، قبلا تو خیابون باید دنبالش میدویدم، حالا خونه بوده. آدم های شب بیداری و روزخوابی علائم هشدار دهنده است، چون دارم دوباره با همون افکار احساساتم رو میسازم. یادت نره، فکر نکن خوبه، احساساتم رفتار رو منو میسازه، یعنی اینکه شب بیدار باشم، روزخواب باشم، و بعد عادت میشه برام، و بعد عادتم دوباره سرنوشت منو رقم میزنه، چون من دیگه عادت کردم شب بیدار باشم، روز بخوابم، خودم رقم زدم، بهمن خودم رقم زدم، و بعد این سرنوشت من میشه، من میگم من خدا برای من اصلا بد میخواد، اصلا خدا دوست نداره من خوب بشم، اصلا خدا میخواد من بمیرم، اصلا نمیدونم چرا گذاشت من به دنیا بیام. بچه ها نرفته رفتنه پیش افراد مصرف کننده، نه داریم چیز میشماریم بچه ها، داریم علائم هشدار دهنده میشماریم، رفتن پیش افراد مصرف کننده،
مثلا شاید حسن این چند وقتا این کارم کرده. کردی حسن؟ بله. حسن میتونم بخونم حسن این کارو کرده. چی کار کرده؟ برم یه سر جابر بزنم. خب حسن خطرناکه. نه داداش گفتن حسن خوبه. میرم یه سر بزنم. ببینم اوه جابر یه عمر مواد کشیدیم. الان که نمیخوام مواد بکشم که، صرفا میخوام یه سر بزنم. علامه هشدار دهنده. میرم و سر میزنم. افکارم احساسات منو میسازه. فکرم اینه که برم به جابری که قبلا با هم دیگه نشسته بودیم و مصرف میکردیم و رفاقت کردیم، احساسم میگه دلم برایش تنگ شده. نکنه احساسم بگه که جابر بگه عجب آدم نامردی، حسن ترک کرده دیگه پیش ما نمیاد. و بعد رفتار من درست میکنه. رفتارم چیه؟ برم یه سر به حسن بزنم. وقتی میرم پیش حسن سر میزنم، اون روز اتفاقی برای من نمیفته. پس برای من عادت میشه. دیدی اتفاقی نیفتاد؟ حالا بریم رضا رو ببینیم. حالا بریم مهیار رو ببینیم. حالا بریم علی اسدی رو ببینیم. اتفاقی نیفتاد. میشه عادت من داره. و بعد عادت من میشه سرنوشت من. یه روز ناراحت، عصبانی، با زنم دعوام شده. نمیدونم دیشب گفته ایزی نهاره پیشونم بخوایی برو. یه سری هر چیز دیگه. میرسم یه دفعه جابر رو میبینم. جابر رو میگه ها اصلا ناراحتی؟ حالم بده. یه پسر میبینیم الان حالا درست میکنم. سرنوشت منه. چون میدونی و موقع قدم زدم و ناراحتی رفتم طرف جابر. عادتمه. رفتم طرف جابر ناخواسته، چون عادت شد برام. و بعد سرنوشتم اونجا رقم میخوره. میشینم مصرف میکنم. بازم برات میگم هر چی که تو دوست داری بگو، من میذارم تو این فرموله. مصرفی مصرفی افکار احساسات گیر میکنیم، چون عادت نکردیم. یه علاقه هشدار دهنده مجید گفت بساز اینم بگیم لوازم مصرف. شیشه خالی مشروب توی ویترین، یا آب ریختیم آب سر توی یخچال. خدمت از اونم لوازم مصرف، از این فندک های کورهی که اصطلاحا ما میگیم فندک جنگی. نگهداشتن پک های سالم پاک که تا حالا انگشتم بهش نخورده. نیفه بریزم دور. وقتی اینا رو نگه میداری، افکار من احساسات من درست میکنه. میرم سر یخچال در رو باز میکنم، شیشه برای همینه میگن آقا نکن. علائم هشدار دهنده شیشه آب رو برمیداریم و اینه با ریسکی پر بودا. یادته با همه رفته بودیم دربند، نشسته بودیم تو کار، نشسته بودیم. حالا افکار من داره احساسات من رقم میزنه. نشستیم با حسن خوردیم، اینقدر تهش مونده بود. حسن گفتیم حسن این چیکار کنیم؟ ببینیم پایین. حسن گفت نه بابا بریز بخوریم. برگشت هم ریختیم خوردیم و این کار شد برای من عادت. هر روز میرم سر یخچال اینو برمیدارم، راجع بهش فکر میکنم، آبشو میخورم، میدارم سر جاش. عادتم. و بعد میشه عادت این کارو فکر، این فکره. و بعد سرنوشت من رقم میخوره. فندر جنگی ها فکر میاره، سرنوشت من رقم میخوره. یه روز که رقم دارم بخورم میگه ای بابا بلش کن در یخ سنا میبندم به همه بیسگره کجا گرفتی اون روز؟ شما بیا کاریت نباشه. تو بیا کاریت نباشه. علائم هشدار دهنده هر آیا آقا ها؟ تنهایی همه شون، هر چی تو بگی من بذارم توش، میانم توی این فرمون. و بعد سرنوشت من رقم میخوره. بعد نمیشم میشم جا میگم من آدم بدبختیم، اصلا خدا زایده منو من بکشم. بابا لعنتی تو علائم هشدار دهنده رو بهش توجه نمی کنی. چرا فکر میکنی خدا باید کمک تو کنه؟ تو خودت کمک خودت نمی کنی. چرا باید خدا کمک تو بکنه؟ خدا بنده هاشو دوست داره، دوست داره کمکش کنه. بابا وقتی تو نمیذاری، نمیخوای، در کمک رو میبندی، راه رو میبندی، نمیتونه کمک کنه دیگه. هر چی تو بگی من بذارم تو این فرمونه، داستانش آخرش میشه این. مرسی.